پیشبینی رحمت الله نبی. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مامون در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: پیشبینی رحمت الله نبیل، هشدار نبیل، در آینده نزدیک به امریکا و غرب حمله می شود. رحمت الله نبیل رئیس اسبق امنیت ملی می گوید اگر تهدید تروریسم و حامیان آن در منطقه کنترل نشود، احتمال حمله به خاک امریکا و متحدانش از منطقه وجود دارد. بیشتر گزارش شده بود که در پی فراخوان تازه طالبان، هزاران جنگجوی تازه نفس از پاکستان به افغانستان آمده اند. رحمت الله نبیل رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان هشدار داد که در آینده نزدیک شاهد حملات شدید از افغانستان به امریکا و متحدان واشنگتن خواهیم بود. آقای نبیل می گوید اگر تهدید تروریسم جدی گرفته نشود، این پدیده به زودی گسترش خواهد یافت و کشورهای غربی نیز از آن در امان نخواهند ماند. رئیس اسبق امنیت ملی نوشته است اگر تهدید تروریسم و حامیان آن در منطقه کنترل نشود، احتمال حمله به خاک امریکا و متحدانش از منطقه وجود دارد. احتمالاً در 2 سال آینده بسیار شدید خواهد بود. اقدامات شدید ضد تروریسم مورد نیاز است. در همین حال جنرال فرید احمدی فرمانده نیروهای کماندوهای پیشین می گوید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی عامل اصلی سقوط افغانستان به دست طالبان است. با گزارش خبرگزاری رشد، این فرمانده نیروهای ارشد پیشین تاکید کرد که حمدالله محب به حدی در تخریب جمهوریت نقش داشت که رئیس استخبارات پاکستان نقش داشت. او در گفتگو به افغانستان انترنشنال گفت که فرمان عقب نشینی نیروها در برابر طالبان از سوی شورای امنیت صادر می شد. این جنرال کارکشته افغان که دست کم 3 بار در جنگ زخمی شده می گوید آقای محب مسئول درجه 1 تسلیمی ارتش در برابر طالبان است و شک دارد که او یک افغان باشد. جنرال فرید احمدی افزود آقای محب از آدرس شورای امنیت چهره های جوان و بیگانه با دکترین و رهبری اردو را در رأس فرماندهی این نهاد مهم امنیتی تعیین می کرد. این فرمانده پیشین عملیات های خاص کماندو و همچنین گفت که یک روز پیش از سقوط کابل حدود 10,000 نیروی امنیتی در پایتخت بود و دلیل این که از شهر دفاع نکردن فقدان رهبری و اراده برای دفاع بود. او افزود که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و حلقه خاص او بیشتر آمادگی فرار داشتند تا اینکه از شهر دفاع کنند. این فرمانده پیشین میگوید انگیزه نیروها برای مقاومت زمانی از بین رفت که مشروعیت نظام زیر سوال رفت، فساد گسترده شد و اختلافات بین سیاستمداران کشور به اوج رسید. جنرال فرید احمدی میگوید حدود 50 جنرال کارکشته به دلیل سیاست‌های غلط شورای امنیت و حلقه خاص آقای غنی از اردو بیرون شدند که اگر می بودند شاید وضعیت فرق می کرد. این فرمانده ارشد در ادامه گفت که جنرال ها و افسران ارتش تحت تعقیب طالبان قرار دارند و شبها از خانه هایشان بازداشت شده و سپس
شکنجه و یا کشته می شوند. او از امریکا و دیگر متحدان پیشین افغانستان خواست برای نجات آنها کاری بکنند. در همین حال پوتین می گوید کسانی که 20 سال اقتصاد افغانستان را نابود کردند باید اولتر کمک کنند. رئیس جمهور روسیه می گوید که افغانستان به کمک های اقتصادی نیاز دارد، اما این کمک ها باید اول از سوی امریکا و ناتو که 20 سال در افغانستان حضور داشتند ارائه شود. او که روز پنجشنبه دوی جدی در یک نشست صحبت می کرد افزود که اکنون باید به مردم افغانستان کمک شود و این کمک ها باید قبل از همه توسط کشورهای انجام شود که آسیب های بزرگی به اقتصاد و جامعه افغانستان وارد کرده اند. او به گونه تلویحی به امریکا و کشورهای عضو ناتو اشاره کرد و گفت کسانی که در آنجا بوده اند و 20 سال اقتصاد را نابود کرده اند ابتدا آنها باید کمک کنند. پوتین افزوده است که آن کشور به سهم خود هر کاری که به آن بستگی دارد را انجام خواهد داد. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد که بیش از همه وجوه افغانستان باید توسط بانک‌های خارجی و در درجه اول بانک‌های آمریکایی آزاد شود تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کنند. او گفت که در صورت آزاد نشدن ذخایر ارزی افغانستان، این کشور ممکن است که با قحطی و سایر عواقب شدید مواجه شود که تاثیراتی بر کشورهای همسایه نیز بر جا خواهد گذاشت. این در حالی هست که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن اجازه تخصیص پول از داروی های مالی مسدود شده برای ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان داده شد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.